روز شنبه تظاهراتی در شهر کل در اعتراض به قرارداد ننگین خامنه ای چین برگزار شد و همکارم شیدا سیف در اونجا حضور داشت. اجازه بدید که از خودش درباره این تظاهرات بشنویم. روز شنبه ما ایرانیان گرد همایی داشتیم در کل راجع به قرارداد ننگین جمهوری اسلامی با چین و اعدام 3 جوان ایرانی که شماری از هممیهنان عزیزم در کل جمع شده بودن و من مصاحبه کوتاهی رو با یک سری از کسایی که آمده بودن اونجا انجام دادم که در ادامه میشنم. با درود به تمام هموطنان ایران زمینم، ما اینجا همگی جمع شدیم برای اعتراض به اعدام این 3 جوان که در اعتراضات آبان ماه 98 به خیابونا اومدن و اعتراض خودشون رو عنوان کردن. همه ما خارج از کشور همه اینجا جمع شدیم هم که به این اعدام اینا نه بگیم، نه به اعدام. اونا چیز خاصی نمیخواستن، همشون آزادن، حق دارن که آزادانه صحبت بکنن. همه زندانی سیاسی باید آزاد بشن. من با اعدامشون کاملا مخالفم، نه من، تمام ایرانیان مخالفن. نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام. ما این قرارداد قطعا محکوم میکنیم. دارن ذره ذره خاک ایرانو به فروش میذارن. همه ملاها حق ندارن که بخشی از خاک کشورمونو به کشورهای دیگه ببخشن. از این بخش کوچیک شروع میشه، اونا هدفشون اینه که کل ایرانو به کشورهای دیگه باج بدن. نه به اعدام. شاید ازت ممنونم، تا دیداری دوباره به تو بدرود میگم. ممنون. پاینده ایران، بدرود. روزنامه‌های مختلفی به توافقنامه خامنه‌ای چین پرداختن و در مورد اون مقاله‌های نوشتن که شوربختانه اطلاعات بیشتری به دانسته‌های ما اضافه نمی‌کنه. اما وقتی من سعی کردم در بایدو، موتور جستجوگر اینترنتی یا در واقع اینترنتی چین، در این مورد اطلاعاتی کسب کنم، همون متن سایت ریاست جمهوری ایران رو دیدم که البته بدون جمله به نام خدا بود و این هماهنگی در اطلاع رسانی بسیار مشکوک و به نظر من تحت فرمان چین هستش. نکته مهم مالکیت مردم ایران بر سرزمین ایران هستش و دریاچه کاسپیان مانند وجب به وجب این خاک غیر قابل فروش و غیر قابل انتقال به بیگانه هستش. در این مورد حتما بیشتر گزارش خواهم داد. قدم اول را با هشتک اعدام نکنید بسیار قوی و استوار برداشتید و باز هم همدلی خودتون رو به سرکوبگران مافیایی نشون دارید. اما این تازه قدم نخست هستش و من باور دارم که شونه به شونه در کنار هم میتونیم این راه دشوار رو به پایان برسونیم و فصل جدیدی در تاریخ ایران رقم بزنیم. بدین ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدم. تا برنامه بعدی ساناز، به تو و به بینندگانمون بدرود میگم. پاینده ایران.